reason we're stuck with neoliberalism today. جورج مونی بود، آهنگساز و فعال سیاسی انگلیسی، مقاله در تاریخ 11 اردیبهشت 1391 درباره امپریالیسم نوین نوشت. نام این مقاله این بود: امپریالیسم تمام نشد. امروز اسمش شده قانون بین المللی. امروز نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و خلاصه مؤسساتی که کشورهای قدرتمند را نمایندگی می کنند در پی سلطه استعماری در سراسر جهان هستند. اما نکته جالب اینجاست که این صندوق ها و مؤسسات بین المللی تنها نیستند. کمپانی های بزرگی که بر مبنای تفکر منفعت طلبی بی حد و حصر بنا شدند، در طی قرن بیستم به تدریج مؤسساتی را بنا کردند که ظاهرا در پی اهداف انسان دوستانه، ترویج حقوق بشر و دموکراسی هستند. اما به راستی پشت پرده این نهادها چیست؟ انسان امروز با صورت جدید استعمار روبروست، صورت زیبا که همان اهداف قدیم را در قالب‌های نو بیان می‌کند. سال 1357 ملت ایران در انقلاب خود نه تنها علیه استبداد شاه که علیه استعمار و استکبار همین نهادها برخاست. 13 آبان 1358 با تصویر لانه جاسوسی آمریکا دست این نهادهای استعماری برای ادامه فعالیت در ایران کوتاه شد. جامعه انقلابی آن روزها هنوز نمی‌دانست که این نهادهای استعماری در پی انتقام دوباره به کشور باز خواهند گشت. و اما این بار با چهره‌ای جدید. سال 1293 ارتش انگلستان به سرزمین اسلامی عثمانی حمله کرد. یکی از شبه‌های حمله از جنوب عراق بود. در آن زمان آیت الله شیخ فتح الله نمازی اصفهانی، مشهور به شیخ الشریعه، از زمره علمای بود که فتوای جهاد در برابر انگلستان را صادر کرد. 3 سال پیش از آن نیز وقتی روس‌ها به شمال ایران حمله کردند، شیخ الشریعه فتوای مشابهی صادر کرد. سال 1299 نیز وقتی انگلیسی‌ها مجدداً به عراق حمله کرده و بصره را اشغال کردند، باز هم فتوای جهاد صادر کرد. یکی از فرزندان شیخ الشریعه نیز در دوران قبل از انقلاب به پاکستان رفته و مرجعیت امام خمینی را ترویج می‌کرد.
همچنین یکی از نوادگان شیخ الشریعه شیخ محسن نمازی شیرازی به هندوستان رفت و در کلکته در ایالت بنگال غربی هند زندگی کرد و در دانشگاه همان شهر به تدریس عربی و فارسی مشغول شد. قبل از سفر به هندوستان شیخ محسن در نجف اقامت داشت و در همونجا بود که پسرش محمد باقر به دنیا آمد. محمد باقر از همون بچگی همراه پدر به هندوستان رفت. در آن زمان هندوستان بخش از امپراتوری انگلستان بود و محمد باقر نیز تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در یکی از مدارس انگلیسی و مسیحی کلکته گذراند. بعد از دیپلم برای تحصیل دانشگاه در همان کلکته به دانشگاه اس ای زاویرز رفت که باز هم متعلق به انگلیسی ها و مسیحی ها بود. محمد باقر نمازی بعد از اینکه مدرک لیسانس کارشناسی اقتصاد را گرفت به سرزمین اجدادیش یعنی ایران برگشت و مدتی در کیهان انگلیسی مشغول به کار شد. اما کمی بعد در 21 فروردین 1339 در سازمان برنامه و بودجه که تازه تأسیس شده بود استخدام شد. با سازمان برنامه و بودجه هم محمد باقر نمازی را برای ادامه تحصیل بورسیه کرد و به آمریکا فرستاد. محمد باقر فوق لیسانس اقتصاد توسعه را از دانشگاه واندربیلت در آمریکا گرفت. محمد باقر بعد از فارغ التحصیلی به ایران برگشت و در سازمان برنامه و بودجه پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد. آقا با دنجون نوری خوردی شما چقدر خوشمزه. خانواده نمازی از خانواده‌های بزرگ شیراز بود. یکی از اعضای خاندان نمازی، محمد نمازی، عضو رسمی فراماسونری بود و لژ روشنایی را اداره می‌کرد. مصدق هم به او بدبین بود و او را عامل انگلیسی‌ها می‌دانست. از دیگر اعضای خاندان نمازی‌ها مهدی نمازی، سناتور و عضو حزب ایران نوین به ریاست هویدا بود. یکی از دختران خاندان نمازی هم با یکی از اشراف انگلیسی که سفیر انگلیس در آمریکا بود ازدواج کرد. به این ترتیب خانواده نمازی از آن سابقه اجتهاد و مبارزه در طی یک نسل ناگهان دچار دگرگونی شده و به عنوان خانواده غربگرا در فضای سیاسی دوران پهلوی دوم ظهور کردند. محمد باقر نمازی بعد از مدتی ازدواج کرد. خانم نمازی به استخدام سازمان امور استخدامی کشور درآمد و به این ترتیب زن و شوهر هر دو پله‌های ترقی را طی کردند. محمد باقر جایگاه بالاتری پیدا کرده بود و حتی در 18 فروردین 1353 توانسته بود به سمت معاونت سازمان برنامه و بودجه برسد و در همان روز به همین مناسبت به دیدار شاه و مراسم دستبوسی برود. شاه در مهر ماه همان سال او را به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه بلوچستان منصوب کرد و دو سال بعد نیز شاه طی حکمی او را به سمت معاون امور سازمان‌های محلی و عدم تمرکز گماشت. آخرین سمت مهم او با حکم شخص شاه استانداری خوزستان بود که در تاریخ 17 شهریور سال 1356 انجام شد. آنچه که امروز در اینجا عرضه می شود سیاست ها و اصول کلی برنامه های دولت است. آموزگار که نخست وزیر شد میخواست یه تغییراتی بده. خب یه آشنایی قبلی داشتیم، یه وقتی هم من مدیر کلش بودم، ولی دوره افسری بودم مدیر کل دفتر بودجه. بعد یه روز من صدا زد نقشه گذاشت جلویش، گفت هر جا میدی دوست داری بگو اونجا استاندار ما بود. گفتم اجازه بده این کاری که برای تمرکز رو داریم مشارکت رو میکنیم به یه جوی برسونم. بعد من توی یه جلسه بودم، من خواستم گفتم بیا تهران. تهران که اومدم به من گفتم قرار معرفی بشی به من استاندار خوزستان. من گفتم حرفی ندارم. شش ماه بعد از انتصاب محمد باقر نمازی به استانداری خوزستان در اسفند سال 1356 سفر شاه به خوزستان انجام شد و محمد باقر وظیفه استقبال از او را به عهده گرفت.
محمد باقر در این دوران به فردی با نفوذ در رژیم پهلوی بدل شده بود. اما انقلاب از دی ماه سال 56 به اوج رسیده بود. هر 40 روز چند شهر بزرگ و کوچک کشور به صحنه اعتراض مردم به رژیم تبدیل می شد. در آن دوران خوزستان نیز آبستن وقایع مهمی بود. خوزستان، خراسان، فارس، اینا جای خیلی مهمی. بنابراین به نظر خودشون آدمایی که به نظر خودشون قوی تر بودن اونجا. سرانجام تابستان 1357 واقعه مهیب سینما رکس آبادان تحت مسئولیت استانداری محمد باقر نمازی رخ داد. حادثه‌ای که تیان چند صد نفر از مردم در یک سینما و در حین تماشای فیلم گوزن‌های مسعود کیمیایی زنده در آتش سوختند. آتش انقلاب شعله کشیده بود. 11 مهر ماه 1357 که تهران به طور مداوم صحنه تظاهرات مردم بود، محمد باقر باز هم به دستبوسی شاه رفت و این آخرین بار بود. یه مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. علی‌حضرت چه مدت در مظاهرات خواهند بود؟ بستگی به حالات مزاجی من توانم بگم. پیروزی انقلاب محمد باقر نمازی پیاده از مرزهای ایران فرار کرده بود. محمد باقر لباس بلوچ پوشید و با در دست داشتن فهرستی از طرح‌های مجاز بلوچستان که از اداره کل صنایع و معادن استان برداشته بود، خودش را به پاکستان رساند. کمی بعد محمد باقر همراه همسر و فرزندان به آمریکا رفت و سرانجام تابعیت آمریکا را گرفت. نمازی در این مدت بیکار نمانده بود. حضور نمازی در سازمان برنامه و بودجه پهلوی او را با بسیاری از مؤسسات توسعه جهان آشنا کرده بود. مؤسساتی که کوشش استعماری برای ایجاد تغییرات مطلوب غرب در کشورهای در حال توسعه بودند و در دوره پهلوی آزادانه در ایران فعالیت می‌کردند. خود نمازی در آن دوران دست‌اندرکار بود و به بخش از آن پروژه‌ها بدل شده بود. اما حالا وضعیت فرق کرده بود. در ایران حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده بود و این مؤسسات به آسانی نمی‌توانستند همان پروژه‌های سابق را دوباره تکرار کنند. اینجا خانه شماست؟ خانه برادر من. الان برادر من کجا؟ برادر برده برادر زده ها من. آخه بگم چه؟ آخه این بین الملل که اصلا از پسترین دنیا پسترم. او از بین المللت بگیرم. رژیم عراق از اون نامردی و پس فطرتی که داره. خب بگم چه آخه خانه من بیچارم، من ارتشم. آخه من دولتم. آخه من کیم آمدی خانه من بمباران کردی؟ در این سوی جهان، در ایران، برای یک دهه هنوز کشور در آتش جنگی که صدام به پشتبانی شرق و غرب علیه ایران به راه انداخته بود می‌سوخت. و در همین زمان در آن سوی جهان محمد باقر نمازی خودش را در آمریکا جا می‌انداخت و روابطش را پیدا می‌کرد. دوران پس از جنگ، دوران سازندگی، مسئولین کشور به سوی گسترش روابط با دنیا رفتند. نمازی که حالا شهروند آمریکا شده بود با یونیسف همکاری میکرد. مدتی در مصر، مدتی در کنیا و مدتی هم در سومالی بود. حتی من یادم تو یونیسف بودم، این
اصلاحی مانع از این میشد که کودکان زیر 5 سال تلقی بشن علیه امراض واهی. اما نمازی کم کم به ایران بعد از انقلاب نیز سر زد. محمد باقر نمازی در دهه 70 مؤسسه‌ای را در ایران ثبت کرد به نام همیاران غیر دولتی ایران، یا به طور مخفف همیاران قدا. فعالیت همیاران قدا به طور غیر رسمی از 1376 شروع شد و سرانجام در سال 1379 شماره ثبت گرفت. هدف ظاهری مؤسسه توانمندسازی سازمان‌های غیر دولتی بود، اما طبق معمول این فقط اسم رمزی بود برای بسیج تشکل‌های اجتماعی بر علیه نظام جمهوری اسلامی. از آن به بعد همیاران قدا بازوی اصلی اجرایی نمازی در داخل ایران شد. هدف واقعی همیاران قدا این بود که شبکه‌ای از تشکل‌های مردمی درست کند تا به طور موفقیت‌آمیز بتواند جامعه را از فضای جمهوری اسلامی به فضای دموکراسی غربی هدایت کند. کاترین اسکوایر در گزارش مرکز جهانی تحقیق و توسعه سازمان‌های مردم نهاد در سال 1384 درباره همیاران قدا می‌نویسد: این مرکز در فراهم کردن خدمات، ظرفیت سازی برای سازمان‌های جامعه مدنی، انجام تحقیقات و حمایت از توسعه شبکه‌های سازمان‌های مردم نهاد در سراسر کشور نقشی برجسته ایفا می‌کند. ارجابی کلی سازمان‌های غربی از همیاران قدا بسیار مثبت بود. غرب به این نتیجه رسیده بود که برای گسترش NGO‌های غرب‌گرا در ایران، این سازمان‌های غیر دولتی باید از نظر منابع انسانی، مالی و مدیریتی تأمین باشند. به همین دلیل مؤسساتی در هلند تأسیس شد که وظیفه داشتند به مؤسسات غیر دولتی ایرانی خدمات آموزش پرسنل و آموزش جمع‌آوری پول از خارج از کشور را بدهند تا جامعه ایران را در جهت اهداف غربی‌ها توانمند کنند. هلند و کانادا رو موضوع زنان خیلی کار کرد. فکر می‌کنن رستگاری برای توسعه توانمند کردن زنان. خب حالا تو این همکاری‌های دو جانبه باید خود آدم احتیاط کنه. اون وقت یه برنامه داره، اون برنامه شما برنامه‌ریزی می‌کنه. آره، تو اون برنامه امکان شیطنت هست. یکی از مؤسسات برتر غیر دولتی ایرانی از سوی نهادهای غربی، مؤسسه همیاران قدا متعلق به محمد باقر نمازی بود. ایده اصلی این بود که برای ایجاد یک تحول بزرگ برای از بین بردن جمهوری اسلامی به 3 مرحله نیاز است. اول، فرهنگسازی یا به عبارت بهتر جابجا کردن ارزش‌ها و افکار غربی به جای ارزش‌های اسلامی. دوم، نهادسازی در قالب تشکیل سازمان‌های غیر دولتی. سوم، شبکه سازی از طریق اتصال سازمان‌های غیر دولتی به یکدیگر. نیروی تأثیر گذاریش رو دولت‌ها خیلی بالاتره، ولی تو خیلی جاها تمام کشورهایی که من کار کردم، من بک‌گراند دارم یه خود اقتصادیه و تو ایران هم همکاری داشتیم، از این همکاری بهره می‌گیره. فعالیت محمد باقر نمازی و ارتباط او با نهادها و بنیادهای استعماری کم کم رو به افزایش رفت. یکی از پروژه‌ای که نمازی در آن مشارکت می‌کرد، گالف 2000 نام داشت. مجری این پروژه دانشگاه کلمبیا در آمریکا بود و مدیریت آن را گری سیک، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در چند دور از رؤسای جمهور آمریکا به عهده داشت. گالف 2000 تمرکزش بر کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. هدف اصلی آن ایجاد شبکه بین نخبگان غربگرای غرب آسیا از طریق برگزاری کنفرانس و کارگاه‌های آموزشی، پرداخت تسهیلات تحقیقاتی و تبادل زنده اطلاعات در اینترنت بود. توانمندسازی وبلاگ‌ها و اینترنت در سرزمین‌های اشغالی یکی از پروژه‌های گالف 2000 بود. در ایران نیز همین پروژه به شکل توانمندسازی جریان چپ در ایران برای بهره‌گیری از اینترنت و نیز راه اندازی جنگ روانی و براندازی نرم به وسیله اینترنت مطرح شد. تا
سرانجام نمازی توانست با گری سیگ مدیر پروژه گالف 2000 ملاقات کند. گری سیگ مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید در چندین دوره و محمد باقر نمازی از بازماندگان شیخ و شریعه مجتهد مجاهد حالا روبروی هم نشسته بودند. نمازی بعد شرایط را فراهم می‌کرد که افراد همفکر با هم مرتبط شده و شبکه ایجاد کنند. همچنین سیاستگزاران باید طی کانالی با مسائل ایران آشنا می‌شدند. هرچند خود نمازی مدعی بود که فقط در چارچوب پروژه گالف با گری سیگ همکاری می‌کرد، اما بعداً معلوم شد که جلسه گری سیگ با او به همکاری‌های گسترده‌تری انجام می‌ده است. حتی زمانی که خزانه‌داری آمریکا طی تحریم‌های اشخاصی که با ایران ارتباط مالی دارند حساب نمازی را می‌بندد، گری سیگ پادرمیانی می‌کند و به شکل کتبی از خزانه‌داری می‌خواهد نمازی استثنا شود و همین اتفاق هم می‌افتد. گالف 2000 در داخل ایران اهداف زیادی را دنبال می‌کرد. فقط بخشی از این پروژه ترویج مسیحیت در ایران بود. ترویج ارزش‌های نظام سرمایه‌داری، حقوق بشر غربی و دموکراسی آمریکایی و ایجاد زمینه برای فروش کالا و رونق تجاری از طریق نمایش چهره مثبتی از آمریکا و همچنین ایجاد روند اعتمادسازی تجاری اهداف دیگر این پروژه بودند. برای انجام این پروژه باید نهادهای مدنی در ایران بررسی می شدند و معلوم می شد که با کدام یک از این نهادها می توان همکاری بهتری داشت. I want you to show me your hand if you have traveled here from Iran. همچنین باید راه های پیدا می شد که ایران با مراکز علمی جهان مرتبط می شد. حامی اصلی پروژه گالف 2000 در ایران بنیاد فورد بود. ملاقات نمازی با مسئولین بنیاد فورد در آبان 1388 رخ داد. فورد یکی از شرکت‌های صنعتی بزرگ آمریکا و یکی از نمادهای سرمایه‌داری بود. اینکه یک بنگاه اقتصادی و صنعتی چه انگیزه‌هایی برای چنین فعالیت‌هایی در داخل ایران داشت، تنها احتمال این بود که سرنگونی جمهوری اسلامی می‌توانست منافع اقتصادی مهمی برای فورد و شرکت‌های مشابه داشته باشد. بخش از پول بنیاد فورد از کانال شورای جمعیت به نمازی داده شد. رقمی معادل سالانه $100,000 که برای 3 سال پرداخت شد. شورای جمعیت یک نهاد بین المللی بود که برنامه ایجاد تعادل جمعیتی در جهان را دنبال می کرد، یا به تعبیر دقیق تر کنترل و کاهش جمعیت در کشورهای اسلامی. The Population Council has been really a pioneer in the field of contraception at a time when there were no methods really for women, and nowadays 170 million of women are currently using methods that are based on the Population Council technology, either the implant or the IUD or the IUS or related to the technology of the council. در دهه 70 برنامه تهدید نسلی و کم کردن جمعیت از طریق نفوذ همین سازمان‌های بین المللی بود که به سیاست رسمی کشور بدل شده بود. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از مجلس شورای اسلامی، صبح امروز قانون تنظیم خانواده به منظور پیشگیری از رشد ناموزون جمعیت به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون، کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله مندی پیشبینی شده است، بعد از فرزند سوم قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود. نکن میزنی سرمون نمیشکنی دوباره، ای خدا! اون سومی از همه بدتره، نبود راحت‌تر بودیم، نباید درستش میکردیم، خودمونم بی ملاحظه این دیگه، باید جلوش رو بگیریم. ناشکری نکن قنبر، خدا رو خوش نمیاد. ناشکری چیه؟ همون دوتا کافی بود، برداشتیم خودمون رو بدبخت کردیم، مملکت رو دوچار بحران و بدبختی کردیم. دوچار چی کار کردیم؟ دوچار بحران و بدبختی. در نیمه نخست سال 1389 وقتی دکترین امنیت ملی آمریکا منتشر
و توسط باراک اوباما ریاست جمهوری وقت آمریکا به نیروهای مسلح آمریکا ابلاغ شد، شگفت‌انگیز بود که این سند نشان می‌داد برنامه‌های جمعیت و غذا در سازمان ملل در واقع بخش از عملیات‌های غیر نظامی ارتش آمریکا محسوب می‌شوند. البته این امر در آمریکا مسبوق به سابقه بود. Just a simple question. What did you mean by depopulation should have been the priority of U.S. foreign policy against the third world? Shame me. I'm not wanted for mass murder in different countries, unlike you, sir. در دوران ریاست جمهوری نیکسون، کیسینجر مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید در پروژه NSSM 200 به این نتیجه رسیده بود که رشد جمعیت کشورهای جهان سوم به ضرر اقتدار سیاسی و نظامی آمریکا در جهان است. بعد از سالا که اسناد پروژه NSSM 200 منتشر شد، معلوم شد که طرح‌های کیسینجر برای کنترل و کاهش جمعیت شامل چه موارد غیر انسانی بوده است. کمک به سازمان‌های چند جانبه کنترل جمعیت، به رسمیت شناختن سقط جنین، طراحی برنامه‌های با انگیزه اقتصادی برای افزایش سقط جنین و عقیم‌سازی و جلوگیری از بارداری، طراحی برنامه‌های تبلیغاتی و برنامه درسی آموزش جنسی به منظور متقاعد کردن زوج‌ها برای خانواده کوچکتر بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، و به کار بردن زور در برخی کشورها برای کنترل جمعیت از راه‌های قطع کمک غذایی و قطع کمک برای بلایای طبیعی. They are trying their best to limit the people of the earth. Did you know that there was a policy in America, a policy to depopulate the third world? Did you know that Henry Kissinger wrote the memo that became policy, and they said they were going to use food as a weapon, and they sent that policy to the Department of Agriculture, to the Department of Defense, to the Department of CIA intelligence, so they're all in the world of the third world, setting the third world up for internal strife and revolution and death. Talk to me! They are killing us off! در دوران جدید هم مسئله اصلی آمریکا رشد جمعیت در جهان بود. پروژه کاهش جمعیت با استقبال و پشتیبانی بخش زیادی از دولت مردان غربی و نهادهای خصوصی و بین المللی مانند یونیسف، بنیاد راکفلر، بنیاد پاکارد، بنیاد کاول و بسیاری از خیریه‌های دیگر که وابسته به سرمایه‌داران بین المللی بودند قرار گرفت. محمد باقر نمازی هم با کمک همین نهادهای خصوصی و بین المللی کاهش و کنترل جمعیت در ایران را اجرایی کرد. اما یکی از پروژه‌های عجیب نمازی بررسی وضعیت اشتغال جوانان در شهرستان اردکان و توانمندسازی آنان بود. به عنوان این پروژه را پروژه اندیشه و اعتبار یزد گذاشته بود. اما نکته عجیب این پروژه این بود که سرمایه آن را از شرکت نفتی شل دریافت کرده بود. بنا به قوانین کشورهای مختلف، شرکت‌های نفتی برای جبران خسارتی که به محیط زیست می‌زنند، معمولاً در مناطق نفتخیز سرمایه گذاری می‌کنند. And today I'm proud to say that we make a symbolic new start by saying to the people of the Niger Delta, we are sorry. We are sorry for the fact that you cannot eat your fish, that you cannot grow on your land,
and that you cannot drink your water. اما هیچ وقت سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در مناطق کویری و بدون نفت کشورها اتفاق نمی‌افتد. این سرمایه‌گذاری مشکوک شل در یزد باعث اعتراض در مجلس هفتم شد و حتی وزیر وقت ارشاد به مجلس آمد تا به سوال نمایندگان پاسخ دهد. حرف نمایندگان این بود: امام گفته بود که مبادا در پوشش مراودات تجاری دوباره اجانب بر کشور مستولی شوند. نمایندگان متوجه شده بودند که در واقع در قالب این پروژه شرکت نفتی شل در حال مدیریت NGO‌های ایرانی است. همین الگو در وابستگی سیاست‌های کلان دولت‌ها به شرکت‌های مانند شل تکرار شد. به نفعی که اگر این شرکت‌ها ایران را ترک کنند، اقتصاد ایران دچار ضربه می‌شود. بزرگترین ثروتمندا اسرائیلی هست، بزرگتر یهودی هست، بانک ها دست اوناست، تمام رسانه ها یا بیشترشون دست اوناست و یه مرتبه حال ایران تو این وسط اومده میگه گو به گورتون، ما در برابر این بازیتون قرار گرفت. نمازی در دوران اوج خود حتی به جای رسیده بود که برخی از جوانان ایرانی ساکن آمریکا را برای آشنایی با ایران و نیز آموزش فناوری اطلاعات به سازمان‌های غیر دولتی به ایران آورد و حتی یکی از آنان را به عنوان کمک رسانی به زلزله بم وارد شد تا اطلاعاتی را در خصوص وضعیت منطقه و توانایی نیروهای کمک رسان نظامی و غیر نظامی به دست آورد. Als der erste demokratisch gewählte Reichspräsident Deutschlands Friedrich Ebert am 8. یکی دیگر از نهادهایی که نمازی با آنان ارتباط گرفت، بنیاد فریدریش ابرت یا FES بود. فریدریش ابرت رئیس جمهور آلمان در دوران پس از جنگ اول جهانی بود که در سال 1304 درگذشت. او در وصیت‌نامه خود مقرر کرد که بنیادی برای ترویج دموکراسی غربی تأسیس شود. بنیاد فریدریش ابرت پس از اتحاد دو آلمان و با سقوط امپراتوری شوروی فعالتر شد، به نحوی که در کودتای نرم در اوکراین نقش ایفا کرد. نمازی در مصر بود که با مقامات بنیاد فریدریش ابرت آشنا شد. قرار شد برنامه نمازی با این بنیاد به شکل برگزاری کنفرانس برای ایجاد مبادله علمی میان نهادهای مدنی ایران و مصر انجام شود. مصر کشوری بود که ایران از سال 1357 با آن قطع رابطه کرده بود. به این علت که مصر نخستین کشور عربی بود که از جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی خارج شده و با آن رژیم روابط خود را عادی سازی کرده بود. نمازی تحت حمایت بنیاد ابرت سه متخصص محیط زیست را از ایران به مصر برد و یک هیئت ایرانی را هم به آلمان رساند که در همان سفر هیئت ایرانی با رابطه بنیاد فریدریش ابرت و نمایندگان اتحادیه اروپا ملاقات کردند. جلسات نیز برای آموزش فناوری اطلاعات به نهادهای مدنی ایران برگزار شد. نمازی این ایده را دنبال میکرد که با راه اندازی شبکه اینترنتی بزرگی بتواند شبکه از تشکل‌های جوانان در داخل کشور را به دشمنان خارجی متصل کند. ایده راه اندازی شبکه اینترنتی بزرگ با توجه به میزان نفوذ اینترنت در ایران آن سالها جاه طلبانه به نظر می‌رسید. اما نمازی ایده های جاه طلبانه دیگری هم داشت. مؤسسه همیاران قدا با همکاری مرکز گفتمان جهانی مستقر در قبرس کنفرانسی به نام گفتمان و اقدام میان مردم ایران و آمریکا راه انداخت. بحث این بود که چطور در آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی در ایران اثرگذاری کنند، چطور میان نهادهای علمی ایران و آمریکا رابطه برقرار کنند و چطور با کمک مسئله اشتغال زنان و نیز سازمان‌های غیر دولتی محیط زیستی زمینه را برای استحاله جمهوری اسلامی به یک کشور تابع غرب فراهم کنند. اما یکی دیگر از مراکزی که محمد باقر نمازی با آن همکاری می‌کرد، مرکز وودرو ویلسون بود. این مرکز قدیمی از سال 1300 راه اندازی شده است و هدفش ترویج ایده های وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر گسترش استعمار آمریکا تحت پوشش شعارهای دموکراسی خواهانه است.
آله اسفندیاری پژوهشگر این مؤسسه از برجسته‌ترین نیروهای علمی خواهان براندازی جمهوری اسلامی از طریق استحاله است. نقش من یکی این که شناسایی سخنرانا بودش و من چون سالها از ایران دور بودم در مرحله اول واقعا با متخصصین ایرانی که در واشنگتن بودن مشورت میکردم و از اونها اسم خواستم یا متخصصین ایرانی که در سراسر امریکا در دانشگاه ها در مراکز تحقیقاتی غیر کارم. نحوه دیگر این بود که بعضی وقتا که به ایران سفر میکردم اگر اسمی داشتم خب با این شخص تماس میگرفتم و یک آشنایی برقرار میشد. او در یک از سفرهاش به ایران از مؤسسه همیاران قدا درخواست کرد کسانی را به عنوان سخنران در نشست سالانه دانشگاهی در مرکز ویلسون معرفی کنند. سر یک ساعتی جلسه شروع می شد، 35 دقیقه سخنران صحبت می کرد، 25 دقیقه هم صرف سوال و جواب می شد. در طی این سالا وقتی شما این تعداد این جلسات رو پشت سر هم بذارید و سخنرانایی که آمدن، به این نتیجه می رسید که خواهی نخواهی یک شبکه ارتباطی بین سخنرانان، افرادی که ملاقات میکنن، از بنیادها، مراکز تحقیقاتی، نهادهای دولتی و متخصصین مسائل ایران و همچنین سخنرانان دیگه ای که از ایران میان، چون بعضی وقتا ما بیش از یک سخنران داشتیم، مثلا یک کنفرانس داشتیم سه نفر از ایران میامدن و الزاماً شاید این سه نفر هم دیگر رو نمیشناختن. محل هماهنگی کارهای حاله اسفندیاری در ایران در آن زمان در دفتر نمازی یعنی مؤسسه همیاران قدا بود. کمی بعد طی موافقت نامه‌ای بین نمازی و اسفندیاری مقرر شد تا هر ساله حاله اسفندیاری دو سه نفر از ایرانیان مقیم آمریکا را که در حوزه جامعه مدنی و مسائل مربوط مانند شیوه ترویج و تبلیغ، دستاوردهای زنان در آمریکا و از این قبیل را به ایران بفرستند تا در قالب کارگاه‌های آموزشی به سازمان‌های غیر دولتی ایرانی هوادار تفکرات غربی آموزش بدهند. بعدها نمازی طرح‌نامه‌ای به حاله اسفندیاری داد که در آن پیشنهادهایش برای ایجاد رابطه میان ایران و آمریکا را مطرح می‌کرد. سال 1392 نمازی از حاله اسفندیاری خواست تا برای فعالیت‌های او در منطقه غرب آسیا از بنیاد ویلسون بودجه دریافت کند. اون کسی که عملیاتی هماهنگ کننده بود اون فقط معیار و میزانش چقدر پول میارن، مثلا 200,000 دلار 300. گفتم ببین چقدر ما خودمون داریم سرمایه، این کار، این مزیتی هست که ما احتیاج داریم. اما پولهایی که نمازی از مؤسسه ویلسون دریافت میکرد در واقع از طریق مؤسسه دیگری به اسم مؤسسه جستجوی زمینهای مشترک بود. بنابر قوانین آمریکا ارتباط مالی مؤسسات آمریکایی با ایران ممنوع و شامل تحریم بود. اما وزارت خزانه داری بخش ایران مؤسسه جستجوی زمینهای مشترک را از قانون تحریم معاف کرد. یکی از دیپلمات‌های آمریکایی به نام ویلیام میلر عضو همین مؤسسه است. ملاقات نمازی با میلر در آمریکا انجام شد. نتیجه گفتگوها امیدوار کننده بود. هر دو برای هدف مشترک خود شیوه های نزدیک به هم داشتند. راه حل مشترک میلر و نمازی محیط زیست، توسعه پایدار و مسائل شهری بود. کنفرانس محیط زیست در مرکز وودرو ویلسون انجام شد که بودجه آن را همین مؤسسه جستجوی زمینهای مشترک پرداخت کرد. همچنین تیمی از اساتید دانشگاهی ایران برای آشنایی با دوره قوانین محیط زیستی به خارج از کشور اعزام شدند. مثلا بیایم ببینیم ما در برنامه 5 سال آینده اولویتمون چیه. من فرضاً یکیش محیط زیست، اون شاخه محیط زیسته. علت تمرکز بر محیط زیست از نظر نمازی این بود که اختلافات اندکی در زمینه اهمیت محیط زیست وجود داشت و در این حال حساسیت کمتری هم از نظر سیاسی روی آن بود و به عنوان پوشش بسیار کارآمدتر بود. انجام اسفند 1394
سرانجام محمد باقر نمازی دستگیر شد. اینا این مؤسسات هیچ کدوم خیرخواه نظام جمهوری اسلامی نبوده و نیستن. ولی آدمایی که خیرخواه هستن نباید تبدیل به دشمن بشن. آدم اگر خیرخواه جمهوری اسلامی باشه سمت آمریکا نمیره. این حرف آخرم بود، ادامه سوال بدید. خدا نگهدارت باشه. موافقم. در همان روزهای اول جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا شخصاً پیگیر وضعیت بازداشت نمازی شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته برای اولین بار خبر بازداشت باقر نمازی، پدر سیامک، مدیر دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت نفتی کرسنت در تهران را تایید کرد. سناتور لینزی گرام دیروز درباره خبر بازداشت پدرش سیامک نمازی از جان کری سوال کرد. آیا ایران پدر شهروند آمریکایی زندانی سیامک نمازی را بازداشت کرده است؟ من از این امر کاملا مطلعم و کاملا با جواب آن آشنا هستم، ولی به خاطر حفظ حریم خصوصی نمیتوانم جزئیات آن را بگویم. باب کورکر سناتور آمریکایی در گفتگو با شبکه MSNBC این اقدام را گروگانگیری دانست. گروگانگیری اسمی بود که آمریکایی‌ها به دستگیری جاسوسان خود در لانه جاسوسی داده بودند. سال 1358 دوباره برای آنان زنده شده بود. خاطره تسخیر لانه جاسوسی بخشی جدای ناپذیر از خاطره سیاستمداران آمریکایی شده است. لحظه تحقیرآمیز که با تحریم و فشار و تهدید به ایران و وادار کردن ایران به عقب نشینی در صدد جبران آن است. جیسون زایان هست، پرونده ارزم بزرگ شما خانم همین اخیرن خانم هما هودفر، پرونده های دیگری هست با مدرک میگیم. من به خاطر اینکه با شما هم کاری کنم حاضرم با تمام این مؤسسات قطع رابطه. در نهایت محمد باقر نمازی به دلیل جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس محکوم شد. محمد باقر نمازی در حال حاضر به خاطر کهولت سن و بیماری در مرخصی استعلاجی بلند مدت به سر می‌برد. فعالیت‌های امثال محمد باقر نمازی و پسرش سیامک وقتی مؤثر خواهد بود که فضای فرهنگی کشور در تسخیر غربی ها باشد. به این ترتیب بخش حیاتی جنگ نر نفوذ در دل خانواده ها و زنان و دختران است. اما این داستانی دیگر است.